سلام بچه امیدوارم حالتون خوب باشه وردی الپی هستم خوش اومدید به این پلی خیلی خفن دیگه از پارت دوم بازی بردر آفیسر از پارت اول این بازی خیلی استقبال خوبی کرده بودیم به خاطر همین از پارت دومش هم گیم پلی میذاریم اگه دوست داشتید که پارت سومش هم بذاریم حتما حتما تو کامنت برام بنویسید تمام کامنت رو میخونم و همهشون رو جواب میدم بچه ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو شو بزنید که محض که من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ازش با خبر میشه لینک پیج اینستاگرام و چنل تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم یه سری از ویدیوها رو نمیتونم تو یوتیوب منتشر کنم میتونید اونا رو دنبال کنید و از اونجا تماشا کنید بدون معطلی بریم سراغ پارت دوم خب اگه پارت کن رو ندیدید حتما برید پارت اولو ببینید بعد بیاید این پارت رو نگاه کنید که بفهمید داستان بازی چی بود دمتون گرم با راهنمایی هم که کردین خیلی چیزای بازی و فهمیدم و الان میخوام یه گیم پلی باحال بذارم به خاطر اینکه پارت اولو خیلی جالب بازی نکردم کردیم درست سر در نی بردیم که داستانش چی بود دوباره بازی از اول میرم خب دوباره با در زدن این یارو ما از خواب بیدار شدیم و باید چک کنیم که ببینیم چه کارایی باید انجام بدیم تو پارت اول تمام اینا رو چک کردم همشون فعلا اوکی بودن و نیاز خاصی نداشتم ولی داستان این پارت دیگه کلا با پارت قبلی فرق میکنه کلی حرکت باحال میخوایم توش بزنیم و فهمیدم داستان کارایی که باید انجام بدم چیه آقا اینو زودتر بده من امضاش کنم که بریم سر کارمون من نگاه کلی به اینجا بندازم اینا رو میتونیم بفروشیم میشیم یه ذره پول بیشتر جمع کنیم چون خیلی خرید پرید و اینا باید بکنیم این روزنامه ها هم یه نگاه بهش میندازم سر کار که میری بهت میگه که اول روزنامه ها هم هر روز بخون که قوانینی که تغییر کرده رو خبر داشته باشی و بدونی که کیا از چه کشورهای حق ورود به اینجا رو ندارن و اونا رو نذاری رد بشن مثلا امروز نوشته کسایی که تو استاو هستن میتونن دسترسی داشته باشن به بیرون یعنی تمام اونایی که اجازه ورود بهشون ندادیم و میتونیم امروز بذاریم رد بشن یه سری خرت و, و آتش دیگه هم اینجا هستش که من وردارم دارم اونا رو بفروشم که پول داشته باشم برم واسهشون خرید کنم یه ذره هپینس هم من میبرم بالاتر که اوکی تر بشه الان این دومیه رو که میخوره مست میشه ولی خیلی مهم نی این فقط سیگار میکشید این مامانه نمیدونم نیازش چی بود این پول میخواد فقط این من نمیدونم با این سن و سالش پول ای میخواد چیکار خودمون پول نداریم تو پول میخواد چیکار اینم فقط آبجو میخورد اینم شکلات میخورد حالا من این آتش خاله که اینجا هستم همه رو برمیدارم میفروشم که اون ببره چون میری سر کار هی هر روز یه دوز میاد این چیز میزا رو میدوزه یه ذره اینا رو که میفروشی هپینس کل خونه میاد پایین ولی اشکالی نداره دیگه به خاطر اینکه بعدا بتونم خیلی خوشحالشون کنم الان یه ذره ناراحتشون میکنم زغالم میذاریم تو این استاف که گرم بمونه و اینا از سرما نمیرن خیلی داستان داره کلا گفتم این شرکت بازیایی که درست میکنه همش پر ماجراه حالا این دفعه بجز کاراکتر اصلی که خودمونیم سه نفر دیگر هم اضافه کرده که باید به تمام نیازهای اونا هم برسیم این طرف هم که انبار چوبمون و طویله و مرغداریه بود که فعلا امروز کار خاصی توشون نمیشه انجام داد اینجا هم یه دونه همسایه داریم که میریم تو زمینه شروع دفعه شاکی میشه میخواد با تیر بزنه من نمیدونم چرا این این کارو میکنه چی داره تو خونش که نمیذاره بریم تو ولی از سر کار که برگشتم حتما میام یه حال اساسی هم به این میدم خب بریم سر کار این یارو هم منتظر تو ماشین دو ساعته زشت دیگه هی اینو معطل بذاریم آقا ببخشید دوباره من امروز رفتم به دوش گرفتم اومدم بریم سر کار امروز میخوا میخوام یه روز پر انرژی کاریو داشته باشیم و کارا رو درست بریم انجام بدیم قبل اینکه بریم سر کار یا بعد اینکه از سر کار برگشتیم من میرم یه سری خرید مرید میکنم که اونجا هم بهتون نشون بدم خب من دقه ماشین رو اینجا پارک میکنم اول یه نگاه این دور و بندازیم چیز میزایی که میخوایم یه ذره بخریم بعد بریم سر کار که دست پر بتونیم برگردیم خونه 62 دلار دو هم بیشتر پول ندارم و خیلی نمیتونم خرید پرید کنم ولی تا جایی که بشه میرم خریدارو میکنم دیگه حالا اون چی اون وسط داره رد میشه شیره شیر آهو چیه اول بریم اینجا ببینیم چه خبره و این چی داره برای فروش این آمپوله که این اوله میگه اگه حیوان خونگی داشته باشی و اینا با این آمپوله میتونی حالشو خوب کنی این تنابه به درد کمبان کردن مثلا چوبا و زغالا و اینا میخوره با این تفنگ هم میتونیم شکار کنیم و مثلا گوشت و غذا و اینا ببریم خونه خودشو خریدم دو تا جعبه تیرم براش میخرم این کرمرم مرغه میخوره مثلا که تخم میذاره این یکی هم غذای گاوه است اینا رو یکی دونه هر کدوم میخرم که داشته باشیم لازم اون میشه اوه اوه این برگر رو چیکار میشه باش کرد جون مادرت دادش بی خیال بذار همینجا اصلا دخلشو میارم من همینجا میزنمش آها اه اونو بذار بزنیم که به دردی بخوره حداقل بابا باری کلا یه مقدار گوشت فعلا اونجا داریم اینم میزنم اشاله که اینجوریه فکر کنم به این تیر نمیخوره یا خیلی دور شده بود نخورد بهش خیلی حالا اون مهم نیست ببینم اینونتوریم جا داره یه دونه جا داره قد که گوشت اینو بتونم بردارم اینم ورش میداریم بعدا بدیم به خانواده بخورن سیر بشن مثل اینکه نیازای اونا خیلی مهمتر از نیازایی که خودمون داریم این خودش داره بدبخ می‌میره نه خوشحاله نه انرژی داره ولی باز به فکر خانواده است واقعا هنوز هستن از این جور آدما ماشینو من کجا پارک کردم فقط ماشینم کو چیزایی که خریدم و باید ببرم بذارم تو صندوق ماشین که اینونتوریم جای خالی داشته باشه بازم بتونم خرید بکنم اینجوری چی دیگه نمیتونم بخرم این یارو مثلا که کرونا مرونا داره ماسک زده چرا اینجا سیگارو که داشتم مثلا نمیخرم دیگه این تنابه و این غذاه و یه بسته از این تیره و کرم و غذای گاو و گوشت و میذارم تو صندوق یه سرم میرم اون سوپره و برمیگردم چند تا چیز دیگه هم از اون سوپره بخرم این گانرم میگیرم دستم که آهو هو و اینا هر دیدم بزنم رو هوا دیگه گوشته. جلوشون خیلی به درد میخوره هنوز نمیدونم دقیقا آدم آرم میشه کشت یا نه ولی حتما تست میکنم میخوای همینجا اصلا روی این یه تست میکنی نه مثلا اینکه آدم آدما نمیمیرن با تیر اینجا میتونیم شرط بندی کنیم دو تا میز شرط بندی هست یکیش یه سکه میندازه بالا قبلش تو باید حدس بزنی که کدوم ور سکه میاد این یکی هم از این مسابقه از سواریه که باید بگی کدوم از دو میرسه ولی فعلا چون پول درست حسابی نداریم اصلا شرط بندی روشون نمیکنم من آها یه دونه آهوه دیگه هم اینجاست این که خب اینم یه غذای دیگه که میتونم ورش دارم و سیر کنم بچه ها رو باش این گوشتایی که از اینو برمیدارم هنوز دقیقا نمیدونم چیجوری میشه خورد ولی میدونم که میشه خورد حالا شما اگه میدونید حتما تو کامنت ها برام بنویسید کمک هایی که تو کامنت های پارت یک این بازی بهم کرده بودید خیلی الان به دردم خورده و دیگه تقریبا میدونم که چه کارایی تو این بازی باید انجام بدی یه سرم بریم تو این سوپره چند تا چیز بخریم و بریم سر کارمون که دیگه داره دیر میشه کم کم ساعت و اینا هم نشون نمیده مثل که چنده یه دونه اجاره روزانه هم واسه خونش داره اونم باز من جای نیدم که نشون بده چقدر تو روز بعد اجاره بدی خب چیزایی که میخرم یه بسته اسمارتیز میخرم سه دلار واسه بچه یه دونه نودل میخرم دو تا آبجو میگیرم واسه داییه که همش آبجو میخواد با یه چیزی که الان خودم بخورم و نمیرم از گرسنگی یه کنسرو هم واسه خودم میخرم که زنده بمونم آخ چه اشتباهی کردم یه دونه انرژی درینک باید میگرفتم الان انرژیم پر بشه هیچی انرژی ندارم شکلاتم باید می گرفتم که دیگه پولم کم اومد. اومده فعلا متاسفانه حالا اشکال نداره یه روز میریم سر کار تو راه برگشت میام اینارم رو هم میخرم و کاملشون میکنم دیگه آقا شهرمنده من خونه چند تا خرید بهم سپرده بودن حتما باید اینا رو میخریدم دیگه شما این معطل میشی تقصیر خودت اومدی نشستی تو ماشین من قرم تازه هی هنوز دقیقا نمیدونم اینا رو چجوری میشه خورد ولی نوشته که میتونی بخوری حالا چیجوری شو ولی ننوشته اینا رو هم تو صندوق ماشین که اینجا هم یه خالی باشه فعلا با همین گانه من همه جا میرم که این آهو ماهو و اینا هر جا دیدیم. بزنم رو هوا دیگه گوشتشونو بردارم ببرم بریم سر کار آقا شهرمنده عذر میخوام ولی مجبورم دیگه خونواده با من زندگی میکنه و کلی کار باید انجام بدم بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم امروز چند نفر رو به کشتم میدم اونجا همشونو رو میخوام ریجکشن بزنم هیچ کس رو نذارم رد شه دیگه بنزین باید واسه ماشین بزنی روغن موتورش رو باید عوض بکنی ضد یخ هم باید براش بخریم من نمیدونم چه خبره دیگه اینجا هم یه دونه کلاب بود که حتما تو پارتای بعدی میریم بهتون نشون میدم جای بالیه توش دارم پارتی میکنن فقط فکر کنم کلی سر کار باید از این اون رشوه بگیرم تا بتونم امروز رو فقط بگذارم. هر روزی هم که نتونی از پس خرجا بر بیای گیم اوور میشی میری دوباره از اول یعنی بازی بهت رحم نمیکنه اصلا خب دیگه رسیدیم لب مرز و میریم کارمون رو جدی آغاز کنیم برای امروز پیاده شو آجی پیاده شو بعد بریم کلی کار داریم من نمیدونم ما میرسیم اینجا این کجا میذاره میره دفعه ببینم کجا میری تو این مثل که میره تو خود مرز من نمیتونم برم اونجا فعلا من این بغل باید برم تو بشینم پشت سیسته خب بیاید ببینم امروز چه خبره اینجا کیا میخوام بیان تو کشور کامپیوتر روشن میکنیم تمام وسایل اونم که دم دست و برو بریم ببینیم چی میشه کلارم میذارم که جدی بشیدم سر کار آقا بیا ببینم چه خبره اینجا کی میخواد بره اونور برای چی میخواد بره خیلی هاتونم توی کامنت ها درست گفته بودین تمام مداره اینا رو باید چک کنی حتی مدل حرف زدنشونم با جایی که میگن ازش اومدین یکی باشه اینو تو نگاه کن این ویزاش اصلا عکسش دختر خواهش پسره من نمیدونم این چی فکر کرده ما رو اسکل فرض کرده اومده یا اومده تغییر جنسیت بده بعد جنسیتش رو زده میل عکس اونجا دختر آخه تو چی فکر کردی فکر کردی ما اسکلیم اینو میفرستم بکشنش اصلا اینجا اینا رو میندازم اون رو فعلا بیا دو اومد تخت مامانرم برد خیلی خوشبختی ما همینجوری از در و دیوارم بدبختی واسه اون میباره حالا من نمیدونم الان این مدارکش مشکل داره من دنجه رو بزنم یا ریجکشنو اینجا حالا دونه ریجکشن رو اینا میزنم فقط فعلا نتونه بره ببینیم چی میشه هیچ کدوم از مدارکت اوکی نیست بردا برو دنبال کارت برو گم شد مفتم بزنی میدم تورم رم بکشن بعدی بعدی وقت نداریم امروز کلی کار من باید انجام بدم یه نگاهم توی کامپیوتر که بکنی اینجا میتونی اسپیچ استوری رو ببینی با اون آدمی که حرف میزنی تمام حرفایی که زدین و اینجا واسط میاره که چیا دارن میگن به این میگه من استیودنت هم واسه تحصیل میخوام برم اون و بذار من این نگاه بندازم ببینم چه خبره فعلا شما بذار که تو من چک بکنم اول ببینم همه چی درسته یا نه عکس که با میخوره کورمیک MC ام سی درسته 425 783 425 789 اینم الان پاسپورت نامبرش اشتباهه و نمیخونه با چیزی که اینجا نوشته اینجا 783 اینجا 789 اینم اوکی نیست آقا چقدر آدم پفیوز داره میاد اینجا رد شه من که نمیذارم شما هیچ کدومتون رد بشید چی فکر کردین آخه آقا شما هم ریجکت میشی اجازه ورود نداریم متاسفانه برو زودتر گورتو گم کن تا نه بکشنت برو گم شو واین اینجا بعدی تازه هیچ کدومشون رو نگشتم این دوتا رو اگه میگشتم قطعا یه چیزی تو لباساشون هم بود بیا اینجا ببینم شما به خاطر چی میخوای وارد کشور بشی <applause> خب فعلا خیلی حرف خاصی نزدن آها این عکسش به نظر درست میاد مالیکووا آنتونونا مالیکووا آنتونوونا اسمش که درست پاسپورت نامبرش هم باید چک کنیم 434 599 45 434 599, 45. پاسپورت نامبرش هم درست تاریخ تولدش هم چک کنیم 24990 24, این به نظر من مشکلی نداره میتونه رد بشه از اینجا اینو مهر تایید میزنم روی مدارکش که بره زودتر به کاراش برسه استودنت هم هست کنم خیلی کار داره اینجا برو اوکیه مسئله این نیست میتونی رد بشی فقط کاش میشد یه پولی هم ازشون گرفت این یه مشکلی داشت مثلا که اوه 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 میگه بمب همراش بوده تو نفهمیدی وای چه گوهی زدیم تو کا آقا شرمنده من هی یادم میره اینا رو بگردم دیگه راست میگه این بمب رو گذاشتیم رد شه ولی امیدوارم یه جا منفجرشون کنه که زیاد آدم نمیره حداقل به نظر آدم بدی نمیای اول دیگه همتون رو میگردم نمیذارم هیچ کدومتون رد اینجا الکی ببینیم چی داری همراه چیزی داری یا نه خودت بگو یه چیزی اینجا بود

کلید کجا هست نمیشه اینا رو در بیاری از تو جیب اینا این یه دونه کلید داره مسئله خاصی نیست حالا خیلی زیاد مهم نیستش میتونم بذارم ردشه پولم داده برای چی چرا پول گذاشتی اینجا یه مشکلی داره کارت دیگه بذار ببینیم چیه مشکلت حالا اسمش که درسته پاسپورت نمبر 9857463159857463615 پاسپورت نمبرش هم مشکلی نداره تاریخ تولدش 3, -3 3, 39, چرا پول گذاشته حالا مشکوکه اینجا دیگه پوله رو برای چی گذاشته حالا من پولو ور میدارم و میذارم بره دیگه به نظر من که این مشکلی نداشت نمیدونم برای چی پول گذاشته بود ولی دستش درد نکنه دیگه این ریجکشنه رو من باید بزنم این فعلا این یکی رو ورداریم و تایید واسش بزنیم اینم رد بشه بره دیگه مشکلی نداری آقا دستت هم درد نکنه لطف کردی بازم اگه کاری داشتی زنگ بزن بهم من شماره رو پشت مدارکت نوشتم امیدوارم فقط مشکلی نداشته باشه دیگه اینا نه مثلا که اینم مشکلی نداشته. بیا ببینم چقدر همتون شبیه همین شما از کجا دارید میاد تو مشکوکی من احساس میکنم این یه مشکلی داره دیگه اینجا اولا که مثل آدم اینا رو بذار رو میز این چه وضعیه مدارک رو چک نکرده میزنم دنجه رو بذار اولی دقیقه من نگاه بکنم ببینم چی گفتیم به هم من بهش گفتم که میتونم مداره که تو ببینم گفته آره حتما تو خیلی مهربونی پرسیدم که برای چی میخوای رد بشی گفته که حمل و نقل و نقل و انتقال و یه همچین چیزایی بذار ببینیم چه خبره اینجا اسمش چقدر سخته حالا این والریانوویچ اسم فامیلیش که درسته 432 556 113 432 556 113 این هم درست همه چیش تاریخ تولدش 45992 45992 این هم درست مسئله ای نداره مدارکش اینم این هم میتونیم بذاریم رد بشه یکی دیگه اومد کیه؟ کی داشت رد میشد؟ یه صد پایی اومد بردار اینا رو هم برو آقا جون حله شما هم میتونی رد بشی مسئله ای نیستش یکی فقط اومد انگار اینجا این هم ارور داد دوباره اینجا دو تا اشتباه میگه کردی حالا ببینم اشتباه ها چی هست میگه صحبت کردنش نمیخورد به مدارکی که دستش بود اینم هنوز من دقیقا نمیدونم چجوری باید چک بکنی یه نفر دیگه هم بگیم بیاد ببینیم چجوری میشه اینو چک کرد این خیلی مسئله پیچیده یه دیگه بده مدارک رو ببینم اون یکی کو اون یکی کارتت کو این چرا یه دونه داره آها دوتاشو گذاشته خب اسم و فامیلی به نظر درست میاد 754 753 34 754 753 34 اینم اوکی 125992 125992 حالا اینا الان همه چی اوکی قیافش هم اوکی به نظر میاد با مدرکی که داده ولی صحبت کردن رو دیگه من نمیدونم چه جوری چک کنی انصافا اینا رو بزن اینجا مهر تایید رو اینم بزنیم ببینیم برای چیه این مشکل من چک نمیکنم نمیگردم یهو داره یه چیزی با خودش میبره و بگرد اینا رو قشنگ این مثل این که هیچی نداره نه به نظر آدم بدی نمیاد میتونی رد چی بری محر تو هم از اون مهر تایید تو هم بزنم بری به کارت برسی فقط خلاف ملاف نکنین بعدا دهن ما رو سرویس کنن و بگی برو بدی. نمیشه چند نفر رو پشت سر هم بگیم بیاد تا الان دو تا مشکل من داشتم دیگه تو به نظر خلافکار میا یا تو به نظرم خلافکاری نیکیتوویچ اسم و فامیلیش که درسته 542 167 989 AC 542 167 989 AC پاسپورت نامبرش هم درسته اما یه چیزی فکر کردیم ما اسکلیم اینجا این ویزا کارت کیه برداشتی آوردی بیناموز الان میدم از تا اینجا آویزونت کنن تا بفهمی دیگه با کارت کسی دیگه نیا اینجا بردارید ببریدش ببرید اینو بدون اینکه هیچ سوالی ازش بپرسید دخلشو بیارید گم شو برو عدید. این عبرت بشه واسه اونایی که علکی میخوان بیان رد اینجا ببینم ایراد این دیگه چی بود گفتش که این آدمی که کشتی آدم احمقی بود ما الان هزینه کافی نداریم که مردمو بندازیم زندان نمیدونم حالا منظورش این بود که بکششون یا یعنی اینکه بندازشون زندان اینم بخوام باز کنم باید ترفی بگیرم اینم کلید میخواد ولی فعلا هیچ کدوم من ندارم دیگه توی که مدارکت کمه دیگه ولی بزنین نگاه بندازم من ببینم عکست که درست سنتم میخوره تقریبا به چیزی که هست تو رو میذارم رد بشی شاید یه رشوه چیزی دادی به دردمون خورد بابا چی پول ندارم بگی برو فقط صداشم در نایر اسکناس هم بذارو میز پولو بده همهت چقدر؟ هنشتا کارمون تموم شد واسه امروز رو باید بریم خونه بگیریم بخوابیم دیگه بچه ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید امیدوارم که از پارت دوم این بازی هم خوشتون اومده باشه اگه دوست داشتید که پارت سومش هم بذارم حتما حتما توی کامنت ها برام بنویسید تمام کامنت هاتون رو میخونم و همهشون رو جواب میدم یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض که من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ازش باخبر میشه بازم تاکید میکنم که لایک ویدیو یادتون نره هنوزم با اینکه این همه من گفتم لایک ویدیو خیلی پایینه و این اصلا برای کانال خوب نیست در هر صورت خیلی مراقب خودتون باشید خدا حافظ.